برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می برم که صحت و سلامت باشین و خواستم که در برنامه یک قدم ای بار متفاوت تر از برنامه های قبل فرهنگ اصیل افغانی را در عرصه صنایع دستی به شما به معرفی بگیرم. امی لحظه در کوچه انتیک فروشی کابل در شهر نو قرار دارم و می خواهم که با صنعتکارا و فروشنده های این صنعت ارزنده و ارزشمند با خدمت خیلی تاریخی در افغانستان صحبت هایی داشته باشم که علاقمندان برنامه یک قدم در داخل و خارج از کشور زمان برنامه را تماشا میکنن از خدمت این برنامه مستفید شوند. با هم میریم و میبینیم که فروشنده ها و صنعتکاران در مورد صنعت دستی افغانی چه گفتنی هایی دارن. السلام علیکم بدر، خوب هستین؟ ساعت شما چی حال احوال؟ خیراتی ان شاء الله. مزاحم شما نباشم. میخواستم که در مورد این صنایعی که شما فروشنده هستین یا صنعتکارش هستین صحبت های باتون داشته باشم، ممکن است؟ خب اول میشه که خود معرفی بکنین برای بیننده های برنامه یک قدم. سلام علیک فارس، ساعت شما خوب، خیر و خیرت بخیر آمدین. یکی از دکانداران شهر نو هستم، صنایع دستی دکان صنایع دستی هم چیزا را داریم. اسم مبارک تونه میشه بفهمم؟ محمد هارون هستم. هارون جان برادر، شما صنایعی که امروز اینجا ما میبینیم و تصاویرش میبینیم، میشه در مورد امی خدمت تاریخی از ای که از کدام زمان و ایره افغان ها مثلا خودشان میسازن، از بیرون میآیند، خریدارای از اینا کیست، علاقمندای از اینا کیست، بر ما صحبت های داشته باشین؟ بله، این چیزای کسی کل صنایع دستی سابقه افغانی ما است دیگه، کلش از ولایت ها میآید، تیارشان میشه نوش به اصطلاح به چیز نه، منتها یک کلش سابقه است، چیزای نو نیست، از ولایت از خوز، پکتیا، غزنی، از اینجا همه باز ما کمی مرمتش میکنیم بعد به فروش میرسیم. به این معنی است که این همگیش آثار قدیمی یا باستانی است؟ کلش قدیم است، چیزای نو نو شام جور میشه، خب به اون چیزی که کار دست سابقه است به اون اندازه نمیه، کلش یا چیزایی که سابقه است کلش. بسیار خوب، مثلا کدام یک از مردمای افغان، کدام یک از ملیت ها بیشتر اینا را استفاده میکنه؟ ولی بلومون کلا گیر استعمال میکردم، یا شوای خینه و کتل لباس های افغانی بسیار رواش تا خارج ها میبرندم، داخل هم کلشان را استعمال میکنم نمیجا. ولی من میلیتی چی هست اگه حساب سلسله هزارگی هم هست اگه از افغانی پشتو زبان و پشتو زبان ها جداست اگه هزارگی ها جداست اگه مختلف هست. یعنی مدل های از یا نظر به می اخوام که او را استفاده میکنن فرق میکنن؟ فرق، بله بله بله، سلسله هزارگی است اگه سلسله به حساب که پشتو زبان هاستیم چی میکنن از آجی داستن، ولی نیا هست اگه نه اینه به اصطلاح هزارگی است، سلسله هزارگی باز نیا کست اگه به حساب ولایت های پشتو زبان ها کست اگه از این ولایت هست. مثلا گپش دایی است که در ساختمانش هست یا در موشه چی است که مثلا یا فرق میکنن؟ بله فرق داره، فرق داره، هر کس هم استایل و مود خودشه. از هر ولایت جدا جدا است، از ولایت غزنی یک رقم، از خوز دیگر، از پکتیا دیگر رقم، مختلف است، از ولایت هر کدام شد. تا جایی که من مثلا آگاهی دارم صنعت دستی افغانستان از سالهای سال خدمت تاریخی داره و در این سالهای اخیر یک مقدار دوباره مروج شده. گفته میتونین که دلیل علاقه مردم بر ازی که پس یک دفعه دیگر روی آوردن برای لباس افغانی و اینا چی است؟ یک مدتی من فکر میکنم استفاده نمیکرد مردم زیاد. خب لباس های شام که هست طبعا کار دست است، چیزای ماشینی نیست، کلش سر دست دوخته شدن، و دیگه زیورات شام که هست کلش سر کار دست است، اگر خاطر از اون که خرابی هم نداره دیگه، همون جنسش که هست سابقه که هست بسیار کیفیتش بالاست، هیچ خرابی نداره، مقبول شام مالی به اون زحمتی که پیش کشیدن در کار دست شده در این حالت جور کردن نمیتونه به اون دیزاینی که به اون سابقه کار شده. بسیار خوب، قیمت هایش در کدام حد است اینجا؟ مثلا اگه من مثال پرسان بکنم اینا جنسیتشون چی است؟ نقره است؟ نقره نیست، نقره شام است، گلید شام است، بلوم نال زیاد گلید میه به خاطر از که نقره شو قبل بلند هم تمام میشه، یک دانه گلون بند زمین گلون بند ها که است 2000 3000 3500 تا 7000 6000 این قیمت ها مختلف هست. افغانی؟ افغانی بلی. آها، این قیمت هاش. و اگه نقره باشه باز؟ نقره باشه به حساب وزن که شو تقریبا هر کدام 200 گرم 300 گرم میاد، گرام کم کم باشه 70 در پک حساب کن بالاتر می بلند میشه بسیار زیاد. تو مردم دوست داره که امی گلیت گفتین؟ بله، با امی گلیت را علی زیاد تر استفاده بکنن. بسیار خوب،
میشه که در مورد ازی بگوین که دمی اواخر کاروبارتان چطور است؟ مثلا همی وضعیت کرونایی چقدر تاثیرات کرده سر فروشاتتان؟ مشتری میایه براتان نمیایه؟ تاثیراتش بسیار زیاد شد به خاطر از اینکه یک محفل هایی که بود این محفل های شوای خینه یه چیزا را استعمال میکردن، باز دوم دیگه از خارج که میامدن پرواز ها بند از دیگن طبعا بسیار تاثیرات کردن نیستن کار ما خرابتر شده بسیار بسیار بندازی بسیار دفیصد هم نیسته به بندازی کار پیش بود. قبلانو خود افغانای این لباس ها را زیاد می خرید یا ای که خارجی ها یا ای که افغانایی که در بیرون از افغانستان است؟ افغانستان که خارج بودن و زیاد استعمال می کردن، نمی جا که می آمدن به حساب چکر می آمدن، بعضی طرف توفه می بردن کت خود، ولی نمی آن پرواز ها دیگه نیست، کسی نمی آخه محفل ها می جا و قنیز به اندازه که سال های پیش بود به اندازه محفل یک نگاه انیت هم یکم وضعیت خوب نیست، خرابتر است، خرابتر است، ولی مشکلات از دیگه از خاطر از این کارهای از کارهای شوق از دیگه که امنیت باشه، مردم ذهنش آرام باشه، یه چیزا استعمال میکنن. خارجی ها می اومدن گاهی به دکانتان؟ پیش می اومدن، در حکومت کرزی که بود و خارجی ها زیاد می اومدن، در حکومت شرق می اومدن ایش نومدن، درست نومدن می ترسام هم دیگه، حالت هم میتون نیست. خب تنها مثلا این زیورات است، لباس ها چی؟ لباس ها در کدام وضعیت است؟ کی براتون می دوزه؟ کی؟ لباس ها ما خود ما خیاط هم داریم دیگه، اون یخنایش که هست دامن آستین دیزایش کلش کار دست است سابقه از ولایت ها میاره، بازم وسط شما دیگه یا چر چی کار میکنیم دیگه، اون یخن و آستینش کلش از خودشان است سابقه کس هم اون را به صرف می دوزیم خلاص. کسایی که برتون میدوزه بیشتر زنا هستن مردا هستن؟ کی مردا هستن؟ مردا میدوزن، زنا هم چرمه دوزیش کس کاله همین چرمش کار میکنه و باز زنا در خانه کار میکنه، بعد ما میاره باز ما اینجا بس بسته میکنیم، ولی بسته کاریش میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. شما چند سال است که همین پیشه را دارین؟ تقریبا یک 15 سال خود پیشاور بودیم، به حساب اوجه که بود حساب عمده سودا میکردیم خارج میبردن، اوجه که سال پرچون یک 5 سالیشو میشه تقریبا 20 سال میشه. 20 سال میشه بلی. زمانی که در پشاور بودین امی اجناس برتون از داخل افغانستان کلش از افغانستان میومد، قیمتایش که بود بسیار کم قیمت هم بود دیگه، حال قیمتایشون بلند رفت وقت تقریبا 100 یا 100 کلدار میومدن، حال یک دانه گل بنج 1500 2000 افغانی ما خود ما میخریم وقت نرخ شامپوین بود کلش خارج رفت، کانتینر بس چیزی که میسنای دستی افغانستان کلش خارج رفت. دو زمان مشتری زیاد داشت، مشتری ها به حساب عمده میبردن و افغان ها قنا میپوشن، خب خارج ها میبردن خارج موجا به حساب تجارت هم یا میپوشیدن موجا میبردن. بله بسیار خوب. مخصوصا اینمی دوکان شما در صنایع دستی به نام چی یاد میشه؟ مثلا کدام صنایع یاد میشه؟ صنایع دستی کل صنایع دستی است دیگه، زیورات صنایع دستی به نام از خود مکاس هارون کریمی است، صنایع دستی هارون کریمی. صنایع دستی مثلا زیورات مثلا اتوریه چی؟ لباس. بله خب بسیار خوب، بسیار تشکر از اینکه بسیار صحبت های خوبه با ما داشتین. ما امیدوار هستم که اینمی شرایطی که امروز همه مردم از نگاه اقتصادی و از نگاه امنیتی اونا تهدید میکنه برطرف شود، زندگی مردم به شکل عادی شود و شما هم کاربارتان مثل سابقه رونق بگیره و مشتری داشته باشید. سلامت زنده باشید، تشکر از شما که لطف کردید اومد. شما زنده باشید، یک دنیا ممنونتان. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، امی لحظه صنایع دستی را که شما تماشا کرده این هر کدام از این نظر به گفتار خود صنعتگر و فروشنده این صنایع آثار دستی و قدیمی بوده که اینا در بعضی از اونها تغییرات بسیار جزئی آوردن و خواستن که اونمو مدل ها و ساختمان ها را به شکل اساسی اصلیش نگاه کنن و تمام اینمی لباس هایی را که شما تماشا کردین لباس هایی بود که به امو اشکال قدیمی فقط از دوخت ها و کارهای دست قدیمی خواستن که داشته باشن. الان که بعضی از دکان ها یا بعضی از صنعتگران نوآوری های در لباس های افغانی و در مدل هایش کردن، یعنی دوخت و مدلش به شکل جدید ساختن و بعضی از کارها را و نصب کردن، ولی این دوکان را که ما می لحظه تماشا کردیم همگیش به مو شکل سابق بود و داشته های ما در این دوکان امین قدر بود. تا برنامه بعد خداوند یار ما بود.